سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به تعداد گزارشات اقتصادی که در طول هفته به دسترس ما قرار گرفته است. دولت افغانستان تلاش دارد تا روند عملی سازی پروژه تاپی را نهایی سازد. مسئولان در وزارت خارجه میگویند نباید چالش های منطقه‌ای مانع تطبیق این پروژه شود. در همین حال وزارت معدن و پترولیم تطبیق پروژه تاپی را در افغانستان با اهمیت میداند و میگوید این پروژه گذشته از اینکه نیازمندی های افغانستان را از گاز طبیعی مرفوع می کند، در تقویت همکاری های منطقوی نیز مؤثر است. سمیر زعفری با جزئیات بیشتر. پروژه تاپی از مهمترین پروژه های اقتصادی است که با تطبیق آن پایپلاین گاز از ترکمنستان آغاز و با گذشتن از افغانستان و پاکستان به هند می رسد. وزارت معدن و پترولیم تطبیق این پروژه را در اقتصاد و گسترش همکاری های منطقوی سودمند می داند. تاپی اهمیت چند بودی در کشور دارد، نه تنها که فرصت ها را ایجاد می کند و نیازمندی های افغانستان را از نگاه گاز طبیعی مرفوع می سازد، در تقویت همکاری های منطقوی نیز مؤثر می باشد. مسئولان در وزارت خارجه می گویند چالش های منطقوی نباید مانع تطبیق این پروژه شوند و از نهادهای امنیتی می خواهند امنیت را در جریان کار تاپی تامین کنند. تاپی یک دهلیز عمده منطقوی است، یک پروژه به سوی صلح است و چالش های منطقوی نباید مانع تطبیق این پروژه شود. مقام های ترکمنستان همچنان بر تامین امنیت برای تطبیق این پروژه در افغانستان تاکید می کنند. من برای پیشرفت کار این لوله بر اهمیت امنیت تاکید می کنم. اکثریت این فعالیت ها باید در سال جاری انجام شود و تا ماه اکتبر یا نوامبر سال جاری نهایی شود. اتاق تجارت و صنایع بر عملی شدن این پروژه از سوی مهندسان افغانستان تاکید دارد. امیدوار هستیم که این تمام قراردادها و تمام خدمات در اختیار سکتور خصوصی افغانستان قرار بگیرند. از یک طرف سکتور خصوصی افغانستان با اراضی بلد است، از طرف دیگر با مردم زبان مشترک دارند. پروژه پایپلاین تاپی از 700 کیلومتر خاک افغانستان می گذرد و 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در 30 سال به پاکستان و هندوستان انتقال می دهد. سالانه افغانستان 400 میلیون دلار رقم ترانزیت از آن اخذ خواهد کرد. صنایع دستی ساخته شده از بوته‌های گیاهی در ولایت خوست با رکود مواجه است. صنعتکاران و فروشندگان می‌گویند وارد شدن اشیای پلاستیکی و بی توجهی حکومت باعث شده است تا علاقمندی به این صنایع کمتر شود. این صنایع ساخته شده از بوته گیاهی مشهور به مزری در ولایت خوست است که با خطر رکود مواجه است. از این بوته صنایع مانند فرش، ریسمان، توکری و برخی صنایع دیگر ساخته می شود. صنعتکاران و فروشندگان این صنایع شاکی‌اند که دولت در این مورد توجه نمی کند و همچنان وارد شدن اشیای پلاستیکی است که شورای همسایه نیز این صنایع را با خطر مواجه کرده است. آنان از حکومت می خواهند تا برای صنایع دستی کشور نمایشگاه ها و بازارهای فروش را ایجاد کند. با این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ خوست می گوید که تلاش می کنند تا در هماهنگی با صنعتکاران و اداره های مختلف صنایع دستی را رشد دهند. مون به حسن که چه دغه موضوع تر لوړ پلو چارواکو په اداري جلسه ته خاصتا هغه مرجع چې په دې برخه کې مثلا تجارت او تکونه دي نور داسې اړوند ادارې دي چې په دې پورې لري دي سره به مونږ هم خپل نظریات شریخ کو کوشش وکړو چې د دوی سنت ته مونږ پراختیا ورکړو. دولت ژوند دغه ستونزې چې دوی په مخ پرتې دي مونږ هڅه کوو چې دا حل کړو.
اتاق های تجارت و صنایع ولایت خوست همچنان ریاست تجار این ولایت حاضر نشدند تا در این مورد چیزی بگویند. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان عملی شدن پروژه های تاپی و کاسا 1000 را برای افغانستان خیلی سودمند توصیف می کنند. با گفته آنان با نظر داشت پیشینه تاریخی افغانستان به عوض مرکز تولید می تواند مرکز مبادله باشد که این امر می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. اتاق تجارت از دولت می خواهد که در این پروژه ها به سکتور خصوصی هم سهم داده شود. کاسا 1000 و تاپی دو پروژه منطقه‌ای است که برق و گاز آسیای مرکزی از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال می‌یابد. برای تطبیق این دو پروژه، اخیراً نشست به شرکت رهبران کشور شامل این پروژه‌ها در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. اتاق تجارت و صنایع عملی شدن این پروژه را برای اقتصاد افغانستان ارزشمند می‌داند. اهمیت از این بیشتر به خاطر از این است که جغرافیای اقتصادی ما و همچنان ارزش عمومی جیوپولیتیک و جیوکانومی افغانستان بالا میره. اولین بار است که چندین کشور در اینجا با هم در مشارکت قرار میگیرن و یک پروژه را عملی میکنن که در تمام همه طرف ها در این منفعت میبینن. آقای حافظی میگوید افغانستان میتواند به یک مرکز نیرومند مبادله مبدل شود و از دولت میخواهد که در این پروژه ها به بخش خصوصی نیز سهم داده شود. این فایده نداره که مثلا پروژه از جا تیر شود یا شرکت افغانی بگیره لیکن کارگر خود از پاکستان وارد کنه. تاریخ تمدن ما نشان میده که ما اکثرا مرکز مبادله بودیم. زیادتر مرکز تولید نبودیم. البته بودیم مرکز تولید به اندازه نیازهای خود ولی بیشتر مرکز تجارت و مبادله بودیم. در پروژه کاسا 1000 1300 مگاوات برق از آسیای مرکزی به پاکستان انتقال داده می شود که 300 مگاوات آن به افغانستان داده می شود و در پروژه تاپی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال داده می شود. افغانستان از طریق ترانزیت در پروژه کاسا 1000 سالانه 45 میلیون دلار و از پروژه تاپی 400 میلیون دلار عاید به دست می آورد. تفاهم نامه طراحی و مطالعات فنی دهلیز دوم گذرگاهی سالنگ میان وزارت فواید عامه و یک شرکت ساختمانی استرالیایی امضا شد. ارزش این برنامه حدود 19 میلیون دلار است و از سوی کشور ژاپن تمویل می شود. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می گوید کیفیت در این برنامه باید از اولویت ها باشد. دهلیز دوم گذرگاه سالنگ مسیری که 9 ولایت شمالی کشور را به مرکز وصل می کند. وزارت فواید عامه تفاهم نامه را با یک شرکت استرالیایی امضا کرد تا کار طراحی و مطالعات فنی دهلیز دوم گذرگاه سالنگ را در 26 ماه تکمیل کند تا راه برای آغاز کار عملی این دهلیز باز شود. صحبت هایی هم که ما با دوستای خود در بانک انکشاف آسیایی داشتیم اونا هم علاقمند هستند و متعهد هستند که انشالله پروسه اعمار این تونل هم تونل جدید در هم اونا گفتند که ما این را تمویل میکنن. تونل جدید در گذرگاه سالنگ به طول حدود 2600 متر احداث خواهد شد که ساخت دو سرک جدید در مسیر خنجان و جبل سراج نیز شامل این برنامه است. این مسیر تنها مسیری است که منطقی شمار این کشور رو با جنوب با هم متصل می کنند، اهمیت بسزایی دارد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ایجاد دهلیز دوم گذرگاه سالنگ را حیاتی دانسته بر کیفیت این برنامه تاکید می ورزد. این قسمت کارم در پهلوی ازی که اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره. از لحاظ همکاری های منطقوی یک پروژه بسیار اساسی است. گذرگاه کنونی سالنگ با طول 2.7 کیلومتر در ارتفاعات سلسله کوههای هندوکش با حدود 3400 متر ارتفاع سطح دریا در یکی از بلندترین قله های جهان به وسیله اتحاد شوروی در دهه 60 میلادی ساخته شد. در 16 سال گذشته روند بازسازی در این دهلیز همواره با انتقاد همراه بوده است. حکومت برنامه منظم برای صادرات میوه ندارد. شماری از میوه فروشان و باغداران میگویند نبود بازار برای فروش میوه های تازه در فصل میوه سبب شده که میوه هایشان را به بهای ناچیز به فروش برسانند. در همین حال وزارت تجارت از افزایش بازار برای فروش میوه تازه خبر میدهد. فصل میوه
اما نگرانی ها و انتقاد ها مثل سالهای گذشته حتی جدیتر از سوی باغداران و میوه فروشان بیان می شود. همه ساله با نزدیک شدن فصل میوه، حکومت از راه اندازی برنامه های کلان برای بازاریابی میوه ها خبر می دهد. اما میوه فروشان و باغداران این خبرها را به اساس و خاک به چشم مردم عنوان می کنند. دولت افغانستان بازاریابی در این صدنه کرده، نخواستیم که خود دولت مردان افغانستان و تجارای ما شما در این زمینه سرمایه گذاری کنند. اصول در کاربارش وجود نداره، مثلا که یک بسته‌بندی درست داشته باشه و ماشین های سرکن باشه، مثلا سردخانه باشه. این مرد که فروشنده میوه است قصه جالب را بیان می کند. یک موتر 2500 2600 سیر بار داشت، ایج کامد در 70-75 هزار کلاو خرچیزی اومد. او نرخ دهید 60 هزار. 15 هزار رگام دیقان بیادر ایج پس من مال ایلا داد و موتران خودش خیلی صرف شد کار خود. اتاق تجارت و صنایع نیز انتقاد باغداران و میوه فروشان را تایید می کند. نبود سردخانه چالش بسیار جدی است. در قدم سوم عدم بازاریابی در مارکت های کشورهای منطقه سبب شده که قیمت ها در افغانستان کاهش پیدا کنه. اما وزارت تجارت و صنایع باز هم از تلاش هایش سخن می گوید. تلاش ما این است با نهادهای مشترک مانند وزارت محترم زراعت مالداری آبیاری و اتاق تجارت صنایع و بعض صنعتکارای ما که ما تولیدات ما را در بخش بسته‌بندیش و معیاری سازیش کار کنیم. افغانستان کشور زراعتیه که گفته می شود بیشترین مردمش آید ناچیز خود را از فروش حاصلات باغا و از زمین های زراعتی به دست می آورند و کندکاری حکومت در زمینه بازاریابی عرضگاه صدمه بزرگ به این قشر کماید کشور گفته می شود. و حال یک میان برنامه کوتاه. شماره از آگاهان امور اقتصادی و مسئولان تجارت و صنایع بلخ از طرح ساخت تونل جدید بزرگراهی سالنگ استقبال کرده. بر عملی شدن این طرح به زودترین فرصت و همچنان تامین امنیت این پروژه تاکید دارند. وزارت فایدامه افغانستان قرار داده طرح تونل جدید بزرگراهی سالنگ را با یک شرکت استرالیایی به ارزش 19.6 میلیون دلار امضا کرد. بزرگراهی سالنگ ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل وصل می‌کند. کارشناسان اقتصادی در ولایت بلخ از طرح ساخت تونل جدید سالنگ که قرار است به تازگی از سوی وزارت فوایدامه با همکاری یکی از شرکت‌های استرالیایی کارش آغاز شود استقبال می‌کنند و ساخت آن را بر بهبود وضعیت اقتصادی شمال و شمال شرق کشور مؤثر می‌دانند. احمد ولی سنگر کارشناس اقتصادی در ولایت بلخ می‌گوید ساخت راه بدیل که برای گذرگاه کنونی سالنگ میتواند نقش پل را در اتصال افغانستان با آسیای میانه و آسیای جنوبی داشته باشد که در رشد فعالیت‌های بازرگانی کارآمد است. تونل ها میفهمند که عرف اصلی از ایمار تونل مسئولیت مسافران است و اموال تجارتی که از مسیر راه ها میآید و برای اقتصاد کشوری بسیار خوب است، چرا که اگر تونل اعمار شود مسافه دور از بین میره و به زودترین فرصت در مسیر اموال تجارتی و مسافران میرسند. از سوی هم مسئولان ریاست تجارت و صنایع بلخ میگویند اعمار تونل جدید در سالنگ حمل و نقل را آسان تر نموده، زمینه را برای تجارت های منطقه فراهم خواهد ساخت. همچنان این مسئولان تاکید بیشتر روی تامین امنیت بزرگراه سالنگ دارند. سهولت بسیار خوب اقتصادی را برای وصل مرکز افغانستان، ولایات جنوبی ما با شمال افغانستان یک گام بسیار مؤثر است و یک امید بسیار خوب است برای بخش سکتور خصوصی و خصوصا خود مردم افغانستان که شما می فهمین گذرگاه سالنگ مشکلات خود داره نسبت سردی و بارندگی های موسمی زمستان. مسیر سالنگ یکی از مهمترین راه های مواصلاتی است که چندین ولایات شمال را به مرکز وصل می سازد. برخی کشورهای همسایه تلاش دارند تا مانع سرمایه گذاری و تولیدات داخلی افغانستان شوند. وزیر مالیه با بیان این مطلب میگوید حکومت به جامعه جهانی در نشست بروکسل تعهد کرده که زمینه رشد سکتور خصوصی را مهیا میسازد. با گفته وزیر مالیه افغانستان تلاش دارد تا در سال روان مالی 154 میلیارد افغانی عاید را جمع آوری کند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه می گوید که بر اساس تعهد به جهانیان در نشست بروکسل تلاش می شود تا با استفاده از فرصتها سرمایه گذاری جذب شود. مسئولان وزارت مالیه می گویند حکومت تعهد کرده هر سرمایه گذاری که تصمیم به سرمایه گذاری در کشور دارد زمینه برایش مهیا شود. آنان با پذیرش برخی مشکلات تعهد می کنند که آن را حل کنند. بعضی موانع خلق می شود متاسفانه، یا عامل که بسیاری منافع فردی و شخصی را ترجیح می دهند، یا بسیاری عاملای سیاسی می باشد که کشورها نمی خواهند که ما سر پای خود استاد شویم و تولیدات داخلی خود بالا ببریم و از امکانات خود ما تمام چیز را مرفوع بسازیم. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که بخش بزرگی از تعهداتی که در نشست بروکسل به افغانستان شده بود عملی شده، اما بخشی از آن باقی است. باید بر اساس تعهدات نشست بروکسل جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای مبارزه با هراس افغانی تلاششان را یک جا ادامه دهند. در این نشست جامعه جهانی و حکومت افغانستان در مورد تعهدات و پیشرفت‌های خود صحبت کردند و برای جستجوی راه حل‌ها صحبت شد. ما این نشست را مثبت می‌دانیم. بر اساس معلومات وزارت مالیه برای جذب سرمایه گذاری کارهای پروژه‌های بزرگ انرژی در سال روان آغاز می‌شود و با شورای ملی مشترک کار می‌شود تا قانون سرمایه گذاری در بخش عامه و سکتور خصوصی تصویب شود. وزارت انکشاف دهات با ارزش بیش از 630 میلیون افغانی کار بزرگترین شبکه آبرسانی را در ولایت پروان آغاز کرد. مسئولان در این وزارت میگویند تا 4 سال دیگر این پروژه به بهره برداری سپرده خواهد شد. آنان میافزایند 17 پروژه عامل منفعه دیگر نیز در این ولایت روی دست است. نصیر احمد دورانی وزیر احیای انکشاف دهات آغاز کار بزرگترین شبکه آبآشامیدنی را در ولایت پروان گشود و افزود کار ساخت این شبکه حدود 630 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و تا 4 سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. پایپ آب این پروژه در هر ثانیه ظرفیت انتقال 16.2 لیتر آب را دارد. دیدی ظرفیت 2.2 لیتر فی ثانیه دیدی پایپ نیم متر قطر داد تشویل ده و کار عملی تشویل ده روانده او دا بلغه جنا رازی انتقالی گی 2.5 متر مکعب زخیره تا او لغه نه هم کتسی اضافه که گی پخوانه زخیره لتسته 1.3 متر مکعب او غوط بلوی گی او لغه او روست با دی 1.5 فامیلو دی پارا با غوط تقسیمات که گی کرونو تا. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند از پروژه هایی که ارزش آن بر 90 میلیون افغانی در پروان می رسد نیز از سوی آقای دورانی دیدار صورت گرفته است. باشندگان پروان از اجرایی شدن این پروژه ها خرسند هستند. اینمی پایپ که تمدید میشه از دره کوگلومی می آید به ولایت پروان، این میتونه که دفی ثانیه 162 لیتر آب برسانه در ذخیرش. های استندر پایپ او دخپل ده چه ده عجی سرنوید پر مربول داری فابریکه راول شوی دی او دلتا ده موار کل ده دنیا پسط استندر استفاده کیجی. مسئولان در وزارت احیا و انکشاف دهات می افزایند با تطبیق این پروژه ها در پروان کشاورزی رشد مثبت خواهد داشت و 22 هزار شغل نیز ایجاد خواهد شد. روند برداشتن موانع سیمنتی از جاده های شهر کابل که به شدت جریان داشت متوقف شده است. شهرداری کابل دلیل متوقف شدن این روند را کمبود وسایل کاری می دانند. در همین حال برخی از شهریان کابل می گویند در عقب این کار مشکلات سیاسی نهفته است. شهرداری کابل در شروع ماه روان خورشیدی روند برچیدن موانع سیمنتی را آغاز کرد. قرار بود از 173 نقطه موانع های سیمنتی برداشته شود. در آغاز این روند خوشبینی های را در میان پایتخت نشینان به بار آورد، اما بعد از گذشت 2 هفته این روند متوقف شد. وسایل کاری برای فعلا برداشتن موانع ما نداریم. به نمی لحاظ ما پیشنهادی را به ریاست جمهوری روان کردیم که از منبع واحد بتانیم که نمی وسایت کرایه بگیریم و این موانع از شهر کابل بیرون کنیم. در همین حال شماری از سناتوران شهرداری کابل را در برچیدن موانع سیمنتی از اطراف خانه های برخی مقامات دولتی و غیر دولتی ناتوان می داند. آقا زور وکان چه موگی وینو مثلا ما ده پر ادب کرنه دی چه زی نم وقت لما چه دیگه موانع او دیگه دیوالونه او دیگه سیم خردار وسو می پستر گوینو.
از آغاز کار برچیدن موانع سیمنتی تا اکنون 16 نقطه از وجود این سنگ ها از سوی شهرداری کابل پاکسازی شده است. از سوی همباشندگان کابل خواهان برچیده شدن همه موانع هستند. دیگر ضرورت برای این موانع نیست، ما بر شما امنیت تامین میکنیم، منتها خود دولت در این راستا کمی داره و نمیتونه. مشکل زنمیز که بسیار از مردم که در افغانستان هست همی قدرتمندان نمیخواهند که همی موانع بر سر روی گست یا برداشته شوند. در حالی که شهرداری کابل گفته بود که تمامی موانع و سنگهای سیمیتی را از جاده ها و کوچه های شهر کابل برمی‌دارد، اما دیده می شود که شهرداری کابل نتوانسته این روند را موفقانه و پیش ببرد. حال دیده شود که روند برداشت سنگهای سیمیتی دوباره چه زمانی آغاز خواهد شد. لیدا نیازی، آریانا نیوز. وزارت داخله نزدیک به 10 میلیارد افغانی از 10 شرکت ساختمانی بدهکار است. اتحادیه شرکت های ساختمانی میگوید اگر پول های آنان از سوی این وزارت پرداخته نشود دست به اعتراضات خواهند زد. نماینده شرکت های ساختمانی میگوید شرکت های ساختمانی پروژه های مختلف را در ولایت هلمند، کندوز، کابل و بغلان عملی کردند که با گفته وی در جریان عملی کردن این پروژه یک تعداد همکارانشان از سوی مخالفان مصالح دولت نیز کشته شدند، ولی از سال 1393 تا اکنون نزدیک به 10 میلیارد افغانی پول آنان پرداخت نشده است. اگر برفای ما گوش داده نشود اجراءات صورت نگرفت، ما به اعتراضات مدنی خویش که حق ما بوده از جمله تظاهرات صلح‌آمیز و پانمودن خیمه تحسن مقابل دروازه وزارت امور داخله، سفارت امریکا، ریاست جمهوری و تحریم نمودن کارهای پروژه وزارت امور داخله و دیگر حرکتهای مدنی خواهیم زد. اتاق تجارت و صنایع نیز میگوید حکومت وحدت ملی باید سرمایه گذاران داخلی را حمایت کند تا زمین کار برای مردم فراهم شود. اتاق تجارت میگوید برخی اعضای شورای ملی در پروژه های دولتی و خصوصی سهم میخواهند، وقتی برایشان دادن نشد در برابر سرمایه گذاران موانع ایجاد میکنند. واقعیت داده چه داست خلق مشته چه التخبر کمیشن کاری که منګ اسناد لرو چې هر قرارداد کیږي د دغه قرارداد د مخنیوي دفاره محلي او د ولایاتو وکیلان مداخله کوي د قرارداد مخنیسی حتی وکیلان په تلویزیون کې کینی او جالی اسناد وړاندې کوي چې دا پلانې پروژه حال دا ده چې د مخ کې 15 میلیون روپۍ غوښتلی چې دا موږ لراکې چې چا ولور نکړل بیا کاغذونه پیدا کوي زید یو چا د بل چا قرارداد راخلي او دوی قضاوت کوي چې دا شرکت تور لیست کړي دا شرکت سپین لیست کړي. گفته می شود وزارت داخله از نزدیک به 200 شرکت خصوصی بدهکار است، اما اینکه چرا تادیه پول آنان متوقف شده است موفق به تماس با مقام های مسئول در این وزارت نشده ایم. اگر آب دریای آمو مهار شود، زمینه برای آبیاری بیش از 500 هکتار زمین در شمال کشور مهیا خواهد شد. رئیس حوزه دریای شمال میگوید حکومت باید برای مهار آب این دریا پروژه آمو دریای اولیا را که در زمان داوود خان طرح شده عملی کند. رئیس جمهور غنی گفته است که به زودی کار 21 بند آب در کشور آغاز خواهد شد تا آبهای افغانستان مهار گردد. اسمت الله اسمت رئیس حوزه دریایی زون شمال می گوید استفاده از آب دریای آمو و تطبیق پروژه آمو دریای اولیا آب مورد نیاز کشاورزی را از حوزه 5 در ولایت کندوز به حوزه شمال انتقال خواهد داد. حوزه 5 آموی خود ما و حوزه شمال خود آب انتقال بتیم که با تطبیق از پروژه ما میتونیم که در حدود اضافه تر از 500 هزار هکتار زمین تحت آبیاری قرار بدیم. از سوی هم شمار از باشندگان بلخ از اقدام رئیس جمهور غنی به خاطر مهار آبهای کشور استقبال میکنند و این برنامه را در رشد اقتصاد و کشاورزی کارآمد میدانند. آبهای آمو را اگر بتوانند اینا کنترل بکنند توسط کانال ها داخل شهر مزار شریف ایرا وارد بکنند و بتوانند ولسوالی ها و قریجات از استفاده بکنند، میتوانند زراعت را در ولایت بلخ خیلی گسترش بدهند. آبهایی که در افغانستان امروز هستند بیشتر آبهایش میره در کشورهای همسایه میریزه. اگر اینا مدیریت شود و کنترل شود افغانستان میتونه از طریق زراعت به خیلی شکوفایی برسند و خیلی پیشرفت کنند. گفته باشندگان بلخ در جریان جنگهای چند دهه گذشته در افغانستان بیشتر سیستم‌های آبیاری تخریب شده و در حال حاضر زمین‌های وسیع وجود دارد که در صورت ساخت بنهای آب میتوان آنها را زیر کشت آورد و کشاورزی را رونق بخشید.
خب بیننده های عزیز، این بود تعداد گزارشات اقتصادی که در طول هفته بعد از رس ما قرار گرفته بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.